دستور طالبان به تمام مرزها افغان های همکار با امریکایی ها اجازه خروج از کشور را ندارند. تلاش چین برای دست یافتن به معادن افغانستان. وزارت مالی طالبان: معاش و امتیاز کارکنان دولت پیشین پرداخت نمی شود. و در پایان یک خبر عاجل و مهم: حمله طالبان بالای خانه عبدالله عبدالله و درگیری شدید میان افراد طالبان و افراد دکتر عبدالله عبدالله. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، وقتان بخیر. به یک ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب کنید. وزارت مالی طالبان: معاش و امتیاز کارکنان دولت پیشین پرداخت نمی شود. وزارت مالی طالبان در مکتوب به نهادهای دولتی اعلام کرده است که تاکنون تصمیم در خصوص نحو پرداخت باقی مانده معاش کارکنان دولت پیشین اتخاذ نشده و در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی این معاش ها پرداخت نمی گردد. این وزارت همچنین گفته است شماری از ادارات دولتی با آن که نیمه فعال بودند اما تقاضای دریافت مزد اضافه کاری کردند. مزد اضافه کاری امتیاز نیست، بلکه طبق قانون کار پرداخت می گردد. گفتنی است که به دنبال سقوط دولت پیشین و مشکلات مالی پس از سقوط دولت، شمار زیادی از کارکنان نهادهای دولتی در بخش های مختلف به شمول صحت و آموزش معاش هایشان را دریافت نکردند. تاکنون کارکنان این ادارات دولتی در ولایات مختلف کشور دست به اعتراضات زدند. در همین حال مختار وفایی روی صفحه فیسبوکش می نگارد: تلاش خانه به خانه طالبان به محل زندگی دکتر عبدالله رسید. ساعت قبل محافظان عبدالله مانع اقدام طالبان شدند. طالبان تاکنون وارد خانه عبدالله نشدند و رایزنی در این مورد جریان دارد. تلاش چین برای دست یافتن به معادن افغانستان. سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که شرکت های معادن کار چینی برای دسترسی پیدا کردن به معادن لیتیم و مس افغانستان با مقام های طالبان گفتگو کردند. با گزارش اسپوتنی به نقل از تلونیوز، دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در توییتر نگاشته است که نماینده صنعت معادن چین برای بحث درباره حقوق معادن و دسترسی تحقیقات به چین موارد معدنی با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کردند. سیگر گفت شرکت های معدنی چین در جستجوی فرصت های برای دسترسی پیدا کردن به لیتیم و مس افغانستان هستند. نمایندگان صنعت معدن چین با مقام های طالبان برای دسترسی پیدا کردن و جستجوی چنین منال ها گفتگو کردند. اما وزارت معدن میگوید که استخراج معدن لیتیم در حال حاضر در برنامه این وزارت نیست. با این حال سخنگوی وزارت معدن طالبان میگوید که شرکت MCC چین در بهار سال آینده روند استخراج معدن مس عینک لوگر را آغاز خواهند کرد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بزرگترین ذخایر لیتیم را در جهان دارد. فلزی که کاربرد گسترده در صنعت از جمله بدری، تلفن های همراه، وسایل نقلیه و هواپیما دارد. و در پایان دستور طالبان به تمام مرزها افغان های همکار با امریکایی ها اجازه خروج از کشور را ندارند. روزنامه 8 صبح سند منتشر کرده که به موجب آن امارات اسلامی به تمام فرودگاه ها و بندرگاه ها دستور داده تا مانع خروج افغان های همکار با نیروهای ناتو و امریکایی از کشور شوند. در این سند که تاریخ آن مربوط به 20 روز پیش 19 دلو است که بر اساس هدایت معینت ارشد امور امنیتی وزارت داخله امارات اسلامی طالبان افغان هایی که با دعوت و خواست ناتو و امریکایی ها قصد خروج از کشور را هزار طریقی دارند جلوگیری به عمل آید. این مکتوب توسط شیر محمد شریف رئیس عمومی پلیس سرحدی وزارت امور داخله امارات اسلامی امضا شده و برای همه مدیریت های عبور و کنترل کمیسرهای مرزهای زمینی و مدیریت عبور و کنترل میدان هوایی کشور ارسال شده است. در همین حال زبیلا مجاز خنگوی طالبان روز گذشته یکشنبه 8 اوت در یک نشست خبری گفت که از خروج افرادی که بدون دلیل مواجه
از مسافرت به خارج از کشور را دارند جلوگیری می شود. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر الان نگهدار. کامگار سرفراز باشید.